آقای بشاردوست، یکی از حرفهای آقای غنی بود که به خاطر زراعت و مالداری و استفاده از آب قرار است که 21 تا 29 بند آب را اینا بسازند، در حالی که ما قبلا هم شما اشاره کردیم که ما آب به حد کافی داریم ولی استفاده از اون نمیتونیم. آیا این بندها چقدرش جور میشه؟ آیا بندهایی که در گذشته جور شده به نظر شما چقدر از اون ما میتونیم استفاده کنیم؟ در طول 15 سال یک بند تا امروز در افغانستان ساخته نشد. سلمار گفتن تکمیل شده اما بهره برداری نشده. آقای غین هم که گفتی ما بند میسازیم، اول برنامه 21 بند ساختن، بندهای کوچک اشتباه است، اما طور که من اشاره کردم باید بندهای بزرگ ساخته شود که هم برق تولید کند و هم دشتهای ما را زیرکشت بگیرند. اما با ساختن بند بالای دریای هلمند ما باید علقه غلامی ایران نداشته باشیم، چون ایران در زمان هرگز نمیگذارد که ما آب هلمند که آب خودی ماست، از کوی خودی ماست، چه میگیرد ما لبی تشنه اما ایران از استفاده میکند. اگر ما بخوایم بند بزرگ ذخیره آب بالای دریای پنشیر یا مثلا کنر بسازیم یا آمو بسازیم، دور زمان پاکستان و تاجیکستان و اینها سر صداش بالا میشود، چون رهبران ما به نحوی دهانشان پیش ناپور آب است و به نحوی با اینها وابسته است. ولی چرا این آقای بشاردوز چی فکر میکنید؟ ما آب به حد کافی داریم، حتی در قسمت برق میتونیم خودکفا باشیم، ولی هنوز ما محتاج کشورهای بیرون هستیم. به خاطری که ما به افراد میمانیم که نزدیک یک دریای آب معدنی نشسته و از تشنگی میمورد، یا بالای گنجینه طلا نشستیم از گرسنگی ما میموریم، چون ما این گنجینه طلا که داریم، این آبی که داریم که در واقع طلای آبی است، ما از این آب خود اما طور که من اشاره کردم فقط 10 میلیارد استفاده میکنیم، بقیش میرود ایران، بقیش میرود پاکستان و آسیای مرکزی میرود. و در طول تاریخ در افغانستان ما رهبرانی نداشتیم، زمامداران نداشتیم که اینها واقعا چیزی که از ماست بتوانند برای ما استفاده کنند. حرفایی که غین میزند این حرفا مثل حرفایی که مثلا رهبران دیگه زدن و ما نتیجهش دیدیم. و حتی من خواندم چیزی که فاجعه آمیز است که گفتن ما به اندازه در سال آینده برق تولید میکنیم که در 100 سال نکردیم. مثل که آقای اسماعیل خان وقتی که وزیر انرژی و آب شد، یادت است گفت که در 40 روز من کابل برق میدم. از 40 روزش شاید این 4 سال گذاشته باشد. اینها متاسفانه اول شهامت و جرأت و تقوا و تخصص و درک ندارن که کار در افغانستان عملی کنند. من همونطور که گفتم وقتی که آقای غنی وزیر مالی افغانستان بود و آقای عبدالله وزیر خارجه افغانستان بود در کنفرانس بازسازی در توکیو، اینا خواستن که از افغانستان کشور ترانزیتی ساخته شود. ما در کنفرانس برلین وقتی وزیر پلان بودیم پیشنهاد کردیم که نه، از افغانستان کشور زراعتی و صنعتی ساخته شود. امین عین و غین علیه ما قرار گرفتن با آقای حامد کرزی. اینها متاسفانه یک درک علمی ندارن و دیگر تقوا و شجاعتی ندارن که در مقابل ایران، پاکستان، تاجیکستان و امثال این استفاده شود، چون بعضی هم فکر میکنن قبلی سیاسیشون در این کشور هاست. اگر نه ما امکاناتی و سعی که ما داریم، افغانستان یک ولایتش میشود، گدام منطقه شود، منطقه را گندم بیداد. اما متاسفانه رهبرانی با تقوا، دلسوز، شجاع نداشتیم که از چیزی که داشتیم برای خود ما استفاده کند، به جایی که بیگانه از استفاده میکنه. ولی آقای بشاردوست، در حال حاضر ما تولیدات خوب داریم و همچنان گندم خود ما میتونیم که داشته باشیم و خودکفا باشیم، ولی چرا ما علت چی است که از تولیدات خود نمیتونیم استفاده کنیم؟ متاسفانه تولیدات گندم ما کم است. فعلا هم ما وارد میکنیم، همانطور که من اشاره کردم، به خاطر اینکه زمین هایی که آب نیست کشت نمی شود، دشت های بزرگ داریم که زمین خاک بسیار حاصل خیز دارد، اما متاسفانه به علت کمبودی آب ای استفاده نمی شود. و مسئله دیگر است که بعضی دهات ما کاملا خالی شدن به خاطر جنگ، به خاطر بیامنیتی و همچنین به خاطر بیابی. امروز زراعت ما تقریبا از بین رفته است. اگر ما واقعا بتونیم 4 بند بزرگ ذخیره آب بسازیم، و این لازم نیست که ما پول قرض کنیم یا لازم نیست که ما پول مصرف کنیم، می شود که با شرکت های بزرگ ما در این زمینه قرارداد بسته کنیم که آنها مثل یک دهقان زمین یک نفر کشت می کنند، بعد وقت خرمن شریک هستند در چیزی که تولید می کنند. ما می تونیم هم برق تولید کنیم، هم دشت های خود زیر آب بگیریم و هم میوه‌جات داشته باشیم. اما با این وزیر، من در وزارت زراعت رفته بودم، مامورینش اجرایش میدیدم، وزیر را حتی دروازه دفترش بگذار، دروازه تعمیر را بگذار، از دروازه باغ چندین متر نیروهای امنیتی حلقه کرده بود که فلک نمیتونست که داخل شود. وزیر اقتصاد ما بی سواد مطلق است، اقتصاد یک کلمه نخونده، در نظامی میگه تحصیل کرده، ممکنه بهترین وزیر دفاع باشد اما
ناکامترین وزیر اقتصاد میتونه باشه. ولی مسئله چی است که امروز میبینیم تعداد زیاده وزرای ما خلاف رشته تعیین شدن در جایی که فعلا هستن؟ به خاطر اینکه اینها برای خدمت تعیین نشدن، اینها به خاطر لیاقت و اهلیتشان تعیین نشدن. قانون اساسی افغانستان میگوید کاندید وزیر باید تخصص داشته باشد، تجربه داشته باشد، شهرت نیک داشته باشند. اما افرادی که در طول 15 سال و در طول تاریخ افغانستان متاسفانه تعیین شدند به خاطر رابطه تنظیمی، قومی، زبانی، وزرای افغانستان در مجموع مربوط به 4 قوم است. ای به معناست که باز از 4 قوم پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، کاش که بچهای پاک، صادق، وطن دوستیش، اینها بر اساس روابطی که با این و غین، با رهبرای جهادی و چپی، با کشورهای خارجی و امثال هم داشتن تعیین شدن. مثلا شما تصور میکنین که وزیر اقتصاد یک کشور یک روز اقتصاد نخونده، وزیر مالی افغانستان دکترای علوم سیاسی دارد، ممکنه بهترین وزیر در بخش علوم سیاسی باشد، اما مالی خودش یک علمی تخصصی بسیار خاص است که حتی یک اقتصاددان نمیتواند وزیر مالی شود. حالا آقای بشر دوست، تا چه زمان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد که تعداد زیاد از افراد و اشخاص به اساس امور رابطه ها در جای استخدام میشن یا مقرر میشن؟ شما چی فکر میکنید که سال 1395 چگونه خواهد بود از لحاظ این؟ سال 1395 به نظر من با موجودیت عین و غین، با موجودیت رهبران جهادی و چپی که اگر در حکومت هستند افغانستان گل و گلزار است، اگر در حکومت نه اینکه نیستند، از حکومت یک چوکی وزارت از دست میدن، متوالی خود دارن، قمدان دارن، ولسوال دارن، رؤسای خود دارن، چی غداد میزنن. اگر این رهبران چپی و تکنوکرات و دموکراسی و حقوق بشر باشد که هر کدام اینا قصر دارد، کاخ دارد، لانکروزر دارند، زنایشان، فامیلایشان، اولادایشان در افغانستان هیچ نیست، از این خاک گناه تنفس نمی کنند، در این مشکلات مردم زندگی نمی کنند. اگر این رهبرا باشد احتمال دارد که افغانستان متاسفانه به سوی یک فاجعه آمیزترین وضع در حرکت باشد. هم دیده میریم که مردم اعتمادشان را نسبت به حکومت وحدت ملی از دست میتن. نه تنها اعتمادشان مردم، بلکه به اندازه مایوس شده که بعضی جوانا، 250,000 جوان ما طرف استرالیا رفتن، بعضیش ماستری درس خواندن، بعضی در طب بودن. صحبت میکردیم با من گفت بشر دوست، من میخواهم که در دریای استرالیا غرق شوم، یک دفعه از بین میرم، امکانش هست که غرق شوم، اما در افغانستان هر روز من میسوزم، هر روز من غرق میشوم، من چندین سال تحصیل کردم، امروز بیکار هستم. هیچ گونه امیدی رهبران افغانستان در مجموع به نگذاشتن به مردم. اما این وضع به نفع خودشان است، به خاطری که اگر آب خیتالود نباشد اینا مایی گرفته نمیشود، یک لان کروزرشان دو لان کروزر نمیشود، یک قصرشان سه تا قصر نمیشود. مثلا در صحبت هایی که دیروز آقای غین داشت، یک مرد اونجا نبود که بالا شود بگوید که آقای غین شما خو عین صحبت ها را درباره امنیت کرده بودین، شما خو عین صحبت ها را درباره فساد کرده بودین، شما عین صحبت ها را درباره غصب زمین کرده بودید، یا آقای عین با میلیون ها افغانی از بودجه مردم گریستان با پادشاه بلخ روز اول نوروز در مزار شریف اونجا میله و داشتن و ساتری داشتن و صحبت کردن که ما نمیخوایم که معامله کنیم، از حقوق مردم دفاع میکنیم. خود شما حقوق مردم رو پایمال کردین، خود شما در قتل مردم دست دارین، در غصب زمین مردم دست دارین، خود شما هزار بدبختی رو بالا این مردم هم آوردین. به هزاران افغان نشسته بود حرفایش گوش میشکرد، یک زن و مرد بالا نشد که آقای عین شما یک کشور به یارت رساندین، چی فرق بین شما و اختر و امثال هم گلبودین و امثال هم وجود دارد؟ شما نجات دهنده نیستین، شما عامل بدبختی این کشور هستین. تا زمانی که مردم ما سر خود بالا نکند، یا مثلا وقتی سیاف صحبت میکند یا وقتی محقق صحبت میکند، به جای کف زدن پرسان کنند خود شما در قدرت بودین، امروز در قدرت هستین، امروز او مجاهدی است سیاف گریسنه است، مجاهدی محقق خلیلی گریسنه است، از عین و غین مثلا گریسنه است، او خلقی و پرچمی رهبرای چپی گریسنه است. اما اینها بهترین زندگی را دارند، نمت تا تذکری کشورهای کافر و امپریالیسم اونا را در جبشان است. حالا آقای بشردوست، در پایان برنامه هستیم و میخواییم امون حرفای اخیرتان هم داشته باشین که سال 1395 اگر بخواییم که این مشکلات حل شود چه باید؟ سال 1395 اگر ما میخواییم که مشکل ما حل شود، اول یک پاکاری اساسی
باید در دستگاه دولتی ما شود که متاسفانه ممکن نیست. اول عین و غین باید به حساب بدهد به مردم، کسانی که در کشور در طول سالها قتل کردند، جنایت کردند، زمین غصب کردند، چی به نام طالب، چی به نام جهاد، چی به نام دموکراسی، چی به نام شعله و امثال هم، این افراد جواب بگوین. اگر بچای پاک صادق در کشور به قدرت برسد، به جای قصر و لان کروزر و زن و رستوران و مهمانخانه ساختن، چهار بند بزرگ ذخیره آب بسازه، نه اینکه پیسه قرض کنه، نه اینکه بودجه مصرف کنه، فقط با شرکت های بزرگ قرارداد بسته شود که مثلا ما در دریای آمو بند بزرگ میسازیم، در دشت لیلی را زیر کشت میگیریم، اما در طول 5 سال یا 6 سال شما از درآمد زی استفاده میکنین مثلا 10% یا 20%. وحشتناک است که 24 میلیون دلار روزانه مصارف جنگ ماست، هزینه جنگ در افغانستان است. 9 میلیارد دلار در سالانه گزارش رسمی از ارگان های تحقیقاتی است، یا 3 میلیارد دلار فساد در افغانستان است، رشوت در افغانستان است. اگر ما این را اختصاص بدهیم، اما این را رئیس جمهوری میتونه، رئیس اجرایی میتونه، وزیر میتونه، رهبر جهادی و چپی میتونه که قبل اساسیش کابل باشد، نه پاریس و اسلام آباد و تهران و واشنگتن و مسکو و دیلی و امثال هم. خیلی ممنون دکتر رمضان بشردوست، نماینده واقعی مردم، از اینکه در زیربنا با ما بودید.